با گذشت چند هفته از نامه اعتراض‌آمیز محمود احمدی نژاد خطاب به مسئولان قوای نظام، به نظر می‌رسد اختلافات میان مجمع تشخیص مصلحت و دولت کم کم وارد مرحله جدیدی می‌شود. در همین زمینه روز شنبه 16 بهمن ماه مجمع تشخیص مصلحت نظام با انتشار جوابیه‌ای به نامه محمود احمدی نژاد دلیل مماشات با تخلفات دولت را صرفاً به خاطر حمایت‌های رهبری از دولت مستقر اعلام کرد. در همین رابطه گفتگوی تلفنی انجام دادیم با جناب آقای دکتر علیرضا رجایی از تهران. جناب آقای دکتر رجایی، در هفته‌های گذشته ما شاهد اوجگیری اختلافات میان دولت و مجمع تشخیص مصلحت نظام هستیم. شما ریشه این اختلافات رو در چه می‌بینید؟ ولی بالاخره اصل قانون اساسی مجموعی از رفتارهای کنترلی و نظارتی بر روی دولت طبیعتاً وجود داره. ضمن اینکه اهداف دولت اگر قرار باشه که از طریق تصویب لوایح انجام بشه، مستلزم رأی مثبت و مساعد مجلس، بنابراین طبیعی که قوه مجریه در ایران در محدوده دستگاه قانونگذاری طبیعتا قرار داره، مثل همه سیستم هایی که علل اصول به تفکیک قوا اعتقاد دارند. به نظر میاد که خب دولت فعلی نسبت به این محدودیت ها متعرض هست و چنان که خود نمایندگان مجلس و چه در مجلس نمایندگان فعلی و چه در مجلس قبلی گفتند، در موارد زیادی هست که دولت به تعهدات خودش در قبال مصوبه های مجلس چندان عمل نمی کنه و از طرف دیگه گامی که رأی یا نظری یا به هر حال مصوبه ای در چارچوب علایق دولت نیست نسبت بهش واکنش های عجیب و غریب نشون میده، مثل آخرین مورد که همین استیضاح وزیر راه بود که اصولا با اظهار نظر شخصی آقای احمدی نژاد که این استیضاح قانونی نمیدونه از رفتن وزیر راه ممانعت به عمل داد. مجموعاً به نظر میاد که دولت فعلی انتظارش این است که کاملا چک سفید امضا داشته باشه از طرف مجلس و هر اقدامی که مایل هست انجام بده و همه اینها تنها با نظر مساعد این قوه اتفاق بیفته. خب عملا میبینیم خب اینطور نیست. مجموعاً به نظر من میتونیم اینو خلاصه کنیم که زیاد خواهی های دولت فعلی و اینکه انتظارش این است که مجلس تابع و مطیع دولت باشه. خب ببینید، سوالی که پیش میاد اینه که دولت وقتی که روی کار اومد شعار اصلیش و شعار محوریش ولایت محوری بود، ولی ما میبینیم که در هفته های گذشته رئیس این دولت به تمامی نهادهایی که به نحوی منتسب به مقام رهبری هستند، از مجمع تشخیص مصلحت نظام تا قوه قضاییه و مجلس، حمله میکنه و اونها رو محکوم میکنه. آیا این تضادی در رفتار و شعارهای دولت هست یا اینکه مشکل در جای دیگه ای وجود داره؟ به نظر میاد که مشکل در جای دیگری قرار داره. بحث ولایت محوری البته حالا با هر روایتون یه بحث کلی است و ما هم از جزئیات نظر دولت فعلی در حوزه ولایت محوری اطلاعی نداریم، شاید عده زیادی هم نباشن که اطلاع داشته باشن. اما در مورد اختلافاتی که با نهادهایی که در حال به رهبری نزدیک هستن، به طور مشخص مجمع تشخیص مصلحت، گرایشی که در جناح مسلط فعلی جمهوری اسلامی به چشم میخوره، معمولا هم در مصاحبه ها و یا نوشته های خودشون هم بعضا گفته میشه، عبارت از این است که اساس اقدامات ضد دولت از طرف آقای هاشمی رفسنجانی انجام میشه و اعتقادشون بر این است که بسیاری از بحران‌هایی که برای دولت فعلی ایجاد میشه منشأش آقای هاشمی هست و به همین جهت گرچه این نهادهای از این دست قاعدتا اینطور فرض است که به پهلوی نزدیک هستند، اما در تحلیلی که چندان هم پنهان نمی کنند، مثلا چندی دیگه آقای الهام به صراحت گفت یا کسان دیگری به تناوب گفتن، نظرشون این است که آقای حاکمی نقش پیچیده‌ای بازی میکنه و با این بسیار رفتار پیچیده زمین که خودش رو برخلاف اصلاح طلبان که حذف شدن تونستی در فیگور بالای جمهوری اسلامی حفظ بکنه، در این حال رفتارهایی رو نشون میده و به دنبال
اصطلاح سیاست هایی که همان اصلاح طلبان طرد شده در نهایت دنبالش بودن. بنابراین ارزیابیشون این است که کانون این برخوردها آقای حاکمی هست و صرف اینکه این نهادها به رهبری نزدیک هستند معنی نیست که از نظر این آقایون برنامه ها یا اهداف رهبری یا به قول اصطلاح خودشون اهداف ولایی در اینجا محقق می